سخن 48. فرزند میهنم، به تو سلام میکنم و آرزو دارم که در راه آزادی میهن از این همه جور و ظلم و فساد هر چه سریعتر موفق گردی. و با احترام به رادیوی اسرائیل، از سال 1324 شمسی که پیشوری به تحریک و با کمک شوروی ها در آذربایجان اعلام استقلال فرقه دموکرات را نمود، در کردستان و خراسان و مازندران هم اغتشاشات بالا گرفت. تا زمانی که ارتش شوروی در ایران بود، طبیعتاً مانع از هر حرکت ایرانی ها در راه ایجاد آرامش می گردید، تا به همت قوام السلطنه و بازی بسیار هوشمندانه او به عنوان نخست وزیر که عملاً شوروی ها را فریب داد و همچنین در تاریخ اول فروردین 1325 برابر مارس 1946 دولت امریکا یادداشت شدید و لحنی برای دولت شوروی ارسال نمود که در آن عنوان شده بود دولت امریکا به عنوان عضو ملل متحد و امضا کننده اعلامیه سه جانبه تهران، که مقصود همان اعلامیه است که زکال ملک فروغی به عنوان سند استقلال ایران به امضا سران متفق رسانده بود، تقاضا می شود ظرف 6 هفته دولت روسیه شوروی کلیه ارتش خود را از همه نقاط ایران خارج نماید. در غیر این صورت ارتش امریکا به ایران مراجعت خواهد نمود، که با این تهدید امریکا ارتش شوروی مانع شد که با ایران قراردادی درباره نفت شمال ایران امضا کند و شروع کرد به تدریج ارتشش را از ایران خارج کردن. زمانی که ارتش شوروی ایران را تخلیه نمود، به دستور دولت فرمان انتخابات دوره 15 صادر گردید. با شروع انتخابات سراسری پادشاه فرمان داد برای نظارت در انتخابات یک نیروی منظم به آذربایجان اعزام شود، ولی حکومت خودمختار پیشوری با ورود ارتش ایران مخالفت کرد. سران ارتش و شاه در اوائل آذر ماه 1325 توافق کردند که یک نیروی کافی برای سرکوبی متجاسرین به زندان به زنجان اعزام گردند و این کار با موفقیت انجام شد. ظرف 1 روز قوای دولتی بدون مقاومت در زنجان مستقر گردید و روز 21 آذر ماه ارتش به تبریز وارد شد و سران حکومت خودمختار که از کمک شوروی ها محروم بودند ناگزیر پای به فرار گذاردند و این نخستین حرکت سلطه‌جویانه ارتش بعد از شهریور 1320 بود و این امر برای ارتش فرصت مناسبی شد تا شروع به بازسازی واحدهای خود در سراسر کشور بنماید. بدین سبب ارتش خیلی سریع شاه رو به خودش جذب کرد و به تدریج حلقه محاصره‌ای به دور شاه کشید. روحیه محمد رضا شاه را به کلی دگرگون کرد. شاه برای دیدار از آذربایجان با استقبال و همراهی کامل ارتش به تبریز وارد شد. چند روزی رو در میان ارتشی ها به سر برد. احترام و اعتقاد ارتشی ها به پادشاه با اعمال روش فرمانبری و فرماندهی به کلی او را تغییر داد و دیگر آن محمد رضای گوشگیر خودگنبین فراری از دیدار رجال کهنکار نبود، به گونه ای که در مقابل بعضی از اقدامات قوام السلطنه ایستادگی می‌کرد و نخستین نقار را بین خودش و قوام به وجود آورد و دقیقاً با تکه بر ارتش عقده خود فرابینی جای همه کاستی‌هایش را پر کرده بود. ارتش برای آنکه نمایشی برای مردم فراهم کند ترتیبی داد که در کرج از شاه
که از آذربایجان برمیگشت استقبال کاملی به عمل بیاید. چنان ازدحام و استقبالی در تنها خیابان کرج وجود داشت که وقتی شاه در یک اتومبیل روباز به حالت ایستاده از جاده قزوین وارد کرج شد، جمعیت بی اختیار هجوم آورد تا اتومبیل شاه را سر دست بلند کند. ساعتها طول کشید تا آن خیابان یک کیلومتری را عبور کرد. صدها گاو در مسیر اتومبیل شاه و سران ارتش سر بریدند. این مانور و نمایش ارتش عملاً اقدامات سیاسی قوام السلطنه و دولت و همچنین پشتیبانی امریکا را در نظر عامه مردم که تشنه یک حرکت و نمایش ارتشی و دیدار پادشاه بودند به تاریکی کشید و شاه را با پشتیبانی ارتش مقابل قوام و سایر قدرت مردان قرار داد. از این تاریخ بود که شاه در پناه ارتش میخواست نخست وزیری را انتخاب کند که عملا عصای حاکمیت را خودش در دست داشته باشد، زیرا روش فرماندهی بزرگ ارتشداران و فرمانبری سران ارتش عملا شاه را از اعمال اقدامات سیاسی متعادل دور میکرد و خود را فراتر از همگان میدید. شاه اندک اندک به مرکز قدرت سیاسی کشور گام میگذاشت و به تدریج اداره امور ارتش رو از دولت منتزع میکرد و به خودش اختصاص میداد. قدرت یابی روزافزون شاه چند علت عمده داشت که نخستین آن گسترش فزاینده نیروهای مسلح، پذیرفتن شاه به عنوان بزرگ ارتشداران و بعد توازن نیروهای مختلف العقیده و جوان در مجلس شورای ملی بود که دقیقاً به نفع سلطنت کار می‌کردند، زیرا در دوره 15 یک تغییر کیفی در انتخاب نمایندگان پیدا شد و آن این بود که تعدادی از کارمندان جوان و تحصیل کرده دولت به تدریج در مجلس جای پیرمردان و سیاست بازان دوره قاجاریه را پر کردند و این گروه حقوق بگیر بله قربانگو متاسفانه به جای شناخت اساس مشروطیت و قدرت قانونی نمایندگی مجلس، شاه را مرکز قدرت می دانستند. به همین جهت کوشش داشتند که آینده خود را با بوسیدن دست شاه و تا کمر خم شدن و اطاعت اوامر ایشان تأمین کنند. بدین سبب عقده ها و تزلزل فکری شاه زیر نقاب خودفرابینی به تدریج گم و محو می شود. در همین زمان است که به تدریج در ارتش نیز تحولی غیر اصولی به وجود آمد. مرد مقتدر ارتش که می خواست به هر تقدیر بر کشور مسلط بشود، یعنی سپهبد رزمارا، به عنوان رئیس ستاد ارتش معین شد که این امر خود در دگرگونی سیستم نامتعادل آن روز بسیار مؤثر بود، زیرا سپهبد رزمارا که در سر هوای قدرت فائقه داشت کوشش میکرد که هر که چه در ارتش و چه در بین سایر مقامات و مراجع نظر طبقات مختلف را به خود جلب کند و در این امر هم توافق بسیار به دست آورده بود و با ایجاد یک گروه طرفدار سعی میکرد تا هرچه زودتر رئیس الوزراء بشود. اما از همه بدتر آخوندیسم بود که از زیرباز در سلک همکاران سیاسی انگلستان قرار داشت و با وجود آن که ظاهراً سران آن خود را به پادشاه نزدیک کرده بودند و شاه تصور می کرد که علما و روحانیون طرفدار بیچون و چرای سلطنت هستند، ولی زیر سرپوش مذهب با هر اقدام نوگرایی به مخالفت بر می خواستند و مردم عادی و عامی را علیه دستگاه حاکمه که شاه در رأس آن قرار داشت تحریک می‌کرد. آهسته آهسته با دستیاری سیاست‌های خارجی و یک برنامه‌ریزی درازمدت حیله‌گرانه، با رونق دادن به تکایا و مساجد و ایجاد حلقه‌های ارتباط بین حوزه و مساجد، توانستند تمام آنچه را که رضا شاه ظرف 20 سال به نفع مردم و بیداری عمومی ساخته و پرداخته بود به خرابی بکشند و زیرکانه جای پای خود را محکم نمایند. محمد رضا شاه
با کمک ارتش که سپهبد رزمارا و امریکایی ها آن را سازمان داده بودند، دیگر کوشش داشت در همه امور مداخله داشته باشد. از طرفی اقدامات زیرکانه دولت های زینف در مسئله نفت آهسته آهسته روند جاری کشور را در هم می ریخت، به گونه ای که دو گروه قدرت مدار مقابل هم قرار می گرفتند. قوقای نفت توجه محافل سیاسی جهان رو، به خصوص نفتخواران رو، به سرنوشت منافعشون در ایران معطوف میکرد. به همین سبب زنگ خطر به صدا در آمده بود، ولی بدبختانه آنهایی که میبایستی آن صدا را بشنوند در خواب خرگوشی فرو رفته بودند، که در روز 15 بهمن 1327 اتفاق بزرگی در ایران رخ داد و موجبات یک دگرگونی عظیم را فراهم آورد. در آن روز حزب توده به منظور بزرگداشت دکتر ارانی تظاهرات بزرگی را به وجود آورد که ظاهراً توجه مردم را به خود جلب نمود. در همان روز رئیس ستاد ارتش سپهبد رزمارا دستور آماده باش به تمام پادگان‌های نظامی را داده بود. چرا؟ هنوز هم هیچ کس نمی‌داند که چرا. در آن روز به خصوص چنین دستوری صادر شده بود. در این حال همان روز دانشجویان طرفدار دکتر مصدق و یاران ایشان در میدان بهارستان میتینگ بزرگی برپا داشتند تا درباره الغاء قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی سخن گویند و عملا هوش و حواس تمام نیروهای انتظامی را این گروه ها به سوی خویش جلب کرده بودند. کشور در آن روز یک حال غیر عادی داشت و در همان روز هم پادشاه برای شرکت در جشن سالانه دانشگاه دعوت شده. اما موقعی که به محوطه دانشگاه نزدیک دانشگاه حقوق رسید، مورد سوء قصد شخصی قرار گرفت که در گروه خبرنگاران ایستاده بود. ضارب نامش ناصر فخرآرایی بود. سوء قصد نافرجام ماند و جز چند زخم سطحی به شاه آسیبی وارد نیامد. اما به جای آن که سوء قصد کننده را دستگیر کنند تا در تحقیقات محرکین واقعی و علت تیراندازیش روشن بشود که معلوم بشود چه گروه ها و دسته هایی و یا چه کشور بیگانه ای از چنین تروری بهره می گرفت، متاسفانه با گلوله رئیس شهربانی وقت ترور کننده از پای در آمد، که در همین مورد هزاران شایعه ساختند، زیرا دیگر تحقیق و بررسی واقعی ممکن نمی شود. بسیاری از محققین و کارشناسان این سوء قصد را موجب تغییرات و تحولات بزرگی در ایران می دانند. مهمترین آن بود که روزی که نمایندگان فراکسیون های مختلف مجلس که اکثریت آنها خود را اتبابوس شاه و طرفدار سلطنت می دارستند در کاخ اختصاصی به اصطلاح به عیادت ایشان رفتند، در حالی که شاه در محاصره سران ارتش قرار داشت، صریحا اعلام کرد که خواهان تشکیل مجلس مؤسسان برای رفع نواقص قانون اساسی به خصوص درباره اختیارات پادشاه می باشد و علاقمند هست که هرچه زودتر مجلس سنا نیز افتتاح گردد و تغییرات در قانون را هم درباریان به مجلس دیکته کرده. سوء قصد به شاه یک بار دیگر قدرت را به دست ارتش داد. گرداننده کشور عملا سپهبد رزمارا و طرفداران او در ارتش بودند. از همان روز که سوء قصد انجام گردید، طبق تصمیم نامه دولت در ایران حکومت نظامی اعلام شد. مراکز حزب توده را ارتش اشغال کرد. بعضی از سران احزاب و سیاستمداران بازداشت شدند. روزنامه‌های مخالف دولت به محاق تعطیل رفت. دکتر مصدق رو به احمدآباد تبعید کردند. سید ابوالقاسم کاشی به تبعید خارج کشور فرستاده شد و عملاً سکوت همه مجامع و محافل رو گرفت. طبق خواسته پادشاه روز 10 اسفند ماه 1327 از طرف دولت آیین‌نامه انتخابات مجلس مؤسسان به مجلس شورای ملی تقدیم شد. به سرعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقدمات انتخابات فراهم آمد و روز 14 فروردین انتخابات مجلس مؤسسان شروع گردید. روز اول اردیبهشت، یعنی 20 روز بعد، مجلس مؤسسان در محل مجلس شورای ملی با نطق محمد رضا شاه رسما شروع به کار کرد.
مجلس مجموعاً یک هفته به کارش ادامه داد. در همین مدت با تغییرات عمده‌ای که در قانون اساسی داده شد و موادی که به قانون اساسی الحاق گردید، قدرت قانونی پادشاه به نحو چشمگیری افزایش یافت و دیگر محمد رضا شاه آن پادشاهی که در قانون مشروطیت تعریف شده بود نبود، زیرا بر حسب قانون اساسی و ملحقات آن اختیاراتی ورای سقوه به دست آورد که به ایشان اجازه میداد در بسیاری از زمینه‌های مهم کشور تصمیم گیرنده باشد، که متاسفانه بسیاری از قانونگذاران یا مجریان درجه اول قانون در کشور و صاحبان مقامات هرگز نتوانستند تا روزی کشور از هم پاشید ماهیت این اصول را درک کنند. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد.